این نور از کجا در قلب صدیق آمده؟ این عشق از چه زبانی در قلب صدیق آمده؟ شب صدیق اکبر خواب می‌بینم، نوری از آسمان آمد بر بیت الله قرار گرفت. دوباره بر وقتی که بر سطح بیت الله، سقف بیت الله قرار گرفت، دوباره آمد در خانه صدیق وارد شد. صدیق بی‌قرار شد. تعبیر این خواب چه هست؟ نوری که بر بیت الله قرار می‌گیرد، نوری که در کنار بیت الله منتشر می‌شود، در میان خانه‌هایی که بیت الله را احاطه کردن وارد می‌شود، نوری که دوباره جمع می‌شود، دوباره در خانه صدیق می‌رود. صدیق دنبال این نور است. این نور از کجا آمده و مراد از این نور چه هست؟ افرادی که اونجا هستن از اونها میپرسن، یا از خاص احلامه، این خواب فریشانی هست، خوابی هست که شما میدید. اما صدیق تاجر هست، گذرش به شام میشود، در کنار از کنار بحیره راهب میگذرد، خواب اون را برای اون تعریف میکنند. بحیره راهب چی میگوید؟ اون نوری که در خانه شما آمده، اون نوری که بر بیت الله تابیده، اون نوری که در درون خانه ها رفته، نور محمد صلی الله علیه و سلم است. نوری که هست؟ نور محمد صلی الله علیه و سلم است. میپرسد بیشتر توضیح بده، این محمد که هست؟ یه محمد ابن عبدالله، ابن عبدالمطلب، ابن هاشم. میشناسد، میگون حبیب من هست، من که او را دوست دارم، اون رفیق من هست، زندگی من در کنار اون هست. میگه منتظر باش که اون پیامبر میشود، تاج نبوت بر سرش نهاده میشود، اون نبی آخر زمان میشود. تو در زندگیش وزیرش خواهی بود و بعد از وفاتش نائب و خلیفه‌اش قرار خواهی گرفت. زمانی میگذرد، رسول الله صلی الله علیه و سلم صدیق را میطلبد. ابوبکر، من رسول خدایم، الله ذوالجلال به من قرآن عنایت کرده، الله ذوالجلال مرا پیامبر خود قرار داده. ابوبکر صدیق میپرسد چه دلیلی بر نبوت خودت داری؟ میگه اون خوابی که شما دیدی، اون نوری که بر بیت الله آمد، اون نوری که در کنار بیت الله منتشر شد، اون نوری که در خانه شما وارد شد، فوراً وقتی که صدیق این خواب را از زبان رسول الله می شود، این جمله در زبان صدیق جاری می شود، اشهد ان لا اله الا الله و اشهد ان محمدا رسول الله.